خب دانش آموزان عزیزم سلام، فصل سوم سال دوازدهم یعنی انواع مواد رو میخوایم با هم دیگه کار بکنیم. مبحث بسیار راحتیه، اما در عین راحتی یک سری از پیش نیازهایی لازم داره که باید شما بلد باشید، مثل اینکه مواد قطبی چیه، ناقطبی چیه، از کجا مشخص کنم قطبی و ناقطبی رو، که الان با هم دیگه یک سریاشو بررسی میکنیم. امیدوارم که بیش از این رو شما بررسی کنید. خب ابتدای فصل سوم راجع به خاک رس صحبت میکنه که هر کدوم از اینا، مثلا SiO2 که اسمش سیلیس هست، مقدار بیشتری در خاک رس وجود داره، درصدشو داره میگه. بعدش Al2O3 که سفید رنگ، حواست باشه SiO2 سفید رنگه. و یه نکته مهمتر این که Fe2O3 به رنگ قرمز هستش، پس رنگ قرمز خاک رس به خاطر وجود Fe2O3 در اونه. درصد جرمی بچه ها توی پایه، توی قسمت استوکیومتری با هم دیگه خونده بودیم، درصد جرمی یعنی این که جرم یک ماده به جرم کلش ضرب در صد. مثلا اگر من دارم میگم اینجا N2O3 درصد جرمی نیتروژن چقدره، یعنی دوتا نیتروژن دارم به کلش، یعنی دوتا N به علاوه 3 تا O ضرب دره صد. این میشه درصد جرمی نیتروژن. خب گفته مثال یک، درصد جرمی اکسیژن XO2 توی فرمول XO2 5.18 درصد جرمی X در X2O چند میباشد؟ نگاه کن، حواست اینجا باشه، اگر درصد جرمی اکسیژن برابر 58.18 اگر درصد جرم میشه، برابر با چند تا اکسیژن دارم من؟ دو تا اکسیژن دارم. اکسیژن چنده؟ 16. به روی ایکس که نمیدونم چقدره، به روی کل، به علاوه دو تا 16 تا که حالا صدش هم اینجا ضرب کردم آوردمش این بر. از اینجا بچه ها ایکس رو به دست میارید، یه عددی میشه، بعد میاید میذارید اینجا این عبارت، میذارید x، همون عددی که اینجا به دست آوردی، به روی دو تا x داری که باز هم به دست آوردیش، به علاوه 16 ضرب در 100. من فقط خواستم که یک مروری کرده باشیم از مبحثی از استوکیومتری به نام درصد جرمی. حواستو جمع کن، پس توی استوکیومتری اینا رو داری یا؟ خب جامعت های کووالانسی چی هن؟ از اینجا به بعد میخوام دل بدی به کار، حواست خوب جمع، مغزتو خالی کن از همه چی، گوشی موبایل بغل دستت نباشه، فقط فکر و ذهنت اینجا باشه. مجموعی از شمار زیادی اتم است که با پیوندهای اشتراکی به هم دیگه متصل شدن. مجموعی از شمار زیادی اتم. جامعت های کوالانسی ما کربن به صورت الماس، کربن به صورت گرافیت، سیلیسیوم، سیلیسیوم کربید و SiO2 که سیلیس هستش. من لفظ فرمول مولکولی، با منی فرمول مولکولی برای مثلا سیلیس ندارم. آقا چی شد چی گفتی؟ عزیز من، خانم عزیز، آقای عزیز، نمیتونی بگی فرمول مولکولی سیلیس غلطه، فرمول مولکولی SiO2 غلطه، چون اصلا مولکول نیست، جامد کووالانسی هستن. چند تا رو باید بلد باشیم؟ الماس، گرافیت، سیلیسیوم، سیلیس SiO2 و SiC یعنی سیلیسیوم، کاربید یا کربید. توضیحاتی در مورد الماس، متن کتابتو خواهش میکنم که خوب بخون. جامد کووالانسی سه‌بعدی الماس به این صورته، همش کربونه، 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 میبینی؟ با منی؟ کاربردش در ساخت مته و ابزار برای برش شیشه است. چگالیش نسبت به گرافیت بیشتره؟ نارسانای جریان برق، برخلاف گرافیت، چون گرافیت رسانه جریان برق یه ذره داره. خب پیونداش هم همه یگان است، داری میبینی. اما توی گرافیت اینطوری نیست. جامد کووالانسی دوبعدیه، داره ساختار لایه‌ای، هر لایه از گرافیت رو بهش میگن چی؟
نفهمیدم. آفرین گرافن. چه گالیش کمتر از الماسه؟ رسانه‌ای جریان برق هم دارد. در ساختار هر لایه آن هر اتم کربن به 3 تا اتم کربن دیگر متصل است. با من باش. این یه دونه اتم کربنه، به 3 تا اتم کربن دیگه متصله. آقا مگه کربن؟ وایسا آقا، وایسا، وایسا ببینم، وایسادم. مگه کربن 4 تا عضو نداره؟ خب چرا به 3 تا کربن دیگه متصله؟ چون دوتاش تک پیوندیه، یگانه است، یه دونش دوگانه است. گرفتی؟ یعنی مثلا این شکلی. به این صورت، مثلا اینجا دوگانه، اینجا دوگانه، این کربونه به یک کربونه دیگه، این کربونه به یک کربونه دیگه، این کربونه دوگانه وصله، این کربونه یگانه وصله، این کربونه دوگانه وصله و اینم یگانه وصله. هر کربن شما 2 تا پیوند یگانه براش میبینی و یه دونه پیوند دوگانه براش میبینی. ببین دیگه. در مورد سیلیسیوم، سیلیسیوم میگم آقای عزیز، خانم عزیز، سیلیس SiO2 جامد چیه؟ باریکلا کووالانسیه، نه مولکولیا. اما این سیلیسیومه. ساختار شبکه‌ای داره، همانند الماس سه‌بعدی نیمه رساناست. اصلا از سیلیسیوم توی ماشین حساب و موبایل و این داستانا استفاده میشه. سیلیسیوم در طبیعت به صورت خالص یافت نمی‌شود، به طور عمده به صورت SiO2 دیده می‌شود، یعنی سیلیس. ساختارش هم که بهتون گفتم. آقا ساختار شبیه کیه؟ شبیه الماسه، یعنی این شکلیه. دوباره اینا وصلن به خود سیلیسیوم. خب توضیحاتی در مورد سیلیسیوم کربید یا کاربید. به عنوان یک سابنده ارزان استفاده میشه، توی سنباده استفاده میشه. از نظر ساختاری شبیه سیلیسیومه، ساختار سه‌بعدی داره، در مقایسه با الماس نرمتره. بابا جان من گوش بده. در مقایسه با الماس نرمتره، اما از سیلیسیوم سخت‌تره. اینجا رو خوب نگاه کن، بنویس. توضیحاتی در مورد سیلیس دادیم. از نظر فرمول مولکولی برای این استفاده نمیشه. یعنی چی این جمله؟ یعنی من نمیتونم بیام بگم که فرمول مولکولی سیلیس اینه. غلطه، غلطه، غلطه. مولکول مگه مولکوله؟ مگه SiO2 مولکوله؟ جامد کووالانسیه. میتونی بگی فرمول شیمیاییش SiO2ه، نمیتونی بگی فرمول مولکولیش SiO2ه. حواست جمع باشه. کوارتز از جمله نمونه خالص و ماسه از جمله نمونه ناخالصه. جامدهای کووالانسی دمای ذوب و جوش بالا دارن، اختلاف دمای ذوب و جوششون خیلی کمه. نکته، سوال خوب. اینجا رو ببین، اینجا رو با من باش، این نکته رو. این دمای جوشه، این دمای ذوبه. ماده در حالتی که بالای دمای جوش باشه گازی شکله، پایین دمای جوش باشه مایع است، پایین دمای ذوب باشه جامده. به این یه تیکه، به این یه تیکه، به اینجا میگن گستره دمایی مایع. گستره دمایی مایع. اما توی جامدهای کووالانسی گستره دمایی مایع شما کمه، یعنی فاصله دمای جوش تا فاصله دمای ذوبش خیلی زیاد نیست، اما تو یونی ها خیلی زیاده. انقدر مثلا در نظر بگیر برای یونی هاست، خب گستره مایعش هم خیلی زیاده. دقیقا همینه که از NaCl که یک جامد یونیه، برای همون ساختاری که توربین استفاده میکردی، آینه ها رو وصل میکردی، نور خورشید میخورد به آینه ها، گرما تولید میکرد و از اونجا یونی و شاره های یونی ازش استفاده میشد برای انرژی تولید برق. خب آنتالپی پیوند کربن از سیلیسیوم بیشتره. آقا نفهمیدم
چی بود؟ چی گفتی؟ ببین آنتالپی پیوندش از سیلیسیوم بیشتره، کربن، سیلیسیوم، جرمانیوم، قلع، سرب، گروه 14. کدوم شعاع بیشتره؟ سیلیسیوم از کربن بیشتره. پس کدوم راحت‌تر میتونی بشکونی؟ سیلیسیوم راحت‌تر میتونی بشکونی. کربن رو سخت‌تر میتونی بشکونی چون شعاع کوچیک‌تری داره. پس آنتالپی پیوند کربن کربن از سیلیسیوم سیلیسیوم بیشتر است. بله کاملا هم درسته. مثال دو، چند تا سوال میکنم برای شما. گفته تمام ترکیبای سیلیسیوم دار جامد کووالانسی هستن. غلطه. دلیل غلط بودنش گفته سیلیسیوم دار، مثلا شما SiCl4 این کووالانسیه؟ نه. جامد کووالانسیه؟ نه. نقص بیار غلط بگیر. به دلیل بیشتر بودن میانگین آنتالپی SiO از پیوند SiSi عنصر سیلیسیوم در طبیعت به طور خالص یافت نمی شود. بله درسته. من یه استوپی می کنم، یه دقیقه اینجا رو نگاه کن. این سیلیسیومه که اینجا البته هست، لازم نداریم دیگه. این سیلیسیوم اکسیژن اینجاست، اکسیژن گوگرد مثلا اینجا. حواست جمع باشه که وقتی که داری اینجا اکسیژن رو در نظر میگیری، خب طبیعتاً از چپ به راست شعاع اتمی کاهش پیدا میکنه، از بالا به پایین افزایش پیدا میکنه. حواسم جمعه. کربن سیلیسیوم در برخی ترکیب‌های شیمیایی دارای یون‌های تک اتمی هن. یون تک اتمی مگه داره؟ مگه کربن و سیلیسیوم یون‌های تک اتمی براشون دیده میشه؟ مگه من Si 4 بار مثبت دارم؟ نه خیر. مگه Si 4 بار منفی یا 4 بار مثبت دارم؟ خیر. غلط. خب اینجا نگاه کن، گفته انرژی بیشتر و تعداد بیشتر پیوندهای SiO از SiSi در سیلیس با فرمول فرمول مولکولی. مگه اصلا درسته؟ مگه اصلا مولکوله؟ این جامد کووالانسیه، پس فرمول مولکولی براش عنوان نمیشه. جمله غلطه، به من ربطی نداره بعدیش. خب این سوالم در مورد درصد جرمیه، شما حل میکنید. من نمونهشو حل کردم. مثال چهار رو شما حل کنید. 10 ثانیه فرصت میدم حلش کنید. خب حل کردی؟ میگه چند مورد در مورد سیلیسیوم کاربید SiC. یک سابنده ارزان در تهیه سنبوده. بله. میزان سختی آن از الماس کمتر. بله. همانند عناصر گروه 14 جزء جامدهای کووالانسی است. او گروه 14 کربن، سیلیسیوم، جرمانیوم، قلع، سر، اینا کی بودن؟ اینا مگه اینا اصلا نقضش ها؟ اینا چی داره میگه بابا؟ غلط. نقطه ذوب آن از سیلیسیوم بیشتره. بله بیشتره. سه تاش درسته. گزینه سه. بعدی شما حل کنید. مثال پنجو سری سری سری. جمله اول گفته الماس همانند گرافیت کاربردهای صنعتی مهمی دارد. بله. در ساختار گرافیت هر اتم کربن با 3 اتم کربن دیگر با پیوندهای اشتراکی یگانه. نه خیر، علامت گفتم که دوتا یگانه، دوگانه هم داره. پس این غلط.
در ساختار گرافیت آرایش اتم های کربن به صورت حلقه مسطح سزلی نخ شیسلیه، این هم غلط. در ساختار الماس هر اتم کربن در سه بُعد با چهار اتم کربن دیگر با پیوندهای اشتراکی یگانه متصل است، کاملا درست. در ساختار گرافیت هر اتم کربن در تشکیل سه حلقه مشارکت دارد. هر اتم کربن تشکیل سه حلقه یعنی چی؟ سه تا حلقه، حلقه ای که شیسلیه. خب بریم برای مثال بعد. جامدهای مولکولی، بچه های عزیز، جامدهای مولکولی شبکه بلوری آنها از مولکول تشکیل شده است، از مولکول تشکیل شده است. موادی که در آنها اتم با پیوند اشتراکی تشکیل مولکولای مجزا میدهد، اینا رو بنویسید. رفتار شیمیاییشون مربوط به پیوند بین اتم و رفتار فیزیکی نیروی بین مولکولیه. متوجه نشدم چیه؟ توضیح بده. ببین مثلا اینا مولکول H2O، اینم مولکول H2O، به این میگن نیروی بین مولکولی. خود H2O رو من اینجا ریز برات بکشم، H2O که این شکلیه، اینم H2O که این شکلیه، اینو بهش میگن نیروی بین مولکولی. چیاش رب داره؟ رفتار فیزیکیشه. بین اتمی ها رو میگن چی؟ پیوند بین اتمی، که رفتار شیمیایی مثل واکنش پذیر بودنش، پایدار بودنش. اما مثلا نیروی بین مولکولی، مثلا اینکه نقطه جوش بالا داره، ذوب بالا داره، چیه، اینا در نظر گرفته میشه. یخ جامد مولکولیه، ظاهرش هم شبیه سیلیسه، آرایش سه‌بعدی داره، رأس هر کدوم از اینا از این شیش ضلعیه اکسیژنه و حلقه شیش گوشه داره. یخ شکلش تو کتابتونم هست، با من باش. مولکولای قطبی چیه؟ بچه مولکولای قطبی گشتاور دو قطبیشون بزرگتر از صفر، خدا وکیلی اینا پایه از خدا وکیلی. اگر اینا رو بلد نیستی برو بخون، بلد باش، ساختار لوئیس بلد باش، بدون چیه. چند تاشو چک میکنن، ما بقیشو باید چک بکنی، مدل‌های مختلفشو ببینی. اما من یه توضیح خیلی 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 ریزی بدم اینجا. ببین اگر در نظر بگیریم مولکول قطبی گشتاور دو قطبیش بزرگتر از صفره، براینده نمودارش هم صفر نمیشه، مولکول دو اتمی ناجور هسته، یعنی اتم هاشون یک شکل نباشه، مثل HCl. نگاه کن اینجا رو، HCl. خب بین هیدروژن و کلور کدوم نافلستره؟ کی؟ آفرین، کلور. یعنی این پیونده رو بیشتر میگیره سمت خودش میکشه. حله؟ پس یعنی کلور بیشتر میکشه سمت خودش، هیدروژن رو نکه بیاد الکترونش رو بگیره ها، اشتباه نکنی، یونی نیست، مولکوله، اما بیشتر پیونده این سمتیه. پس اگر اینجا دقت کردی داره جزئی باره منفی میشه، هیدروژن چون الکترون رفته اون سمتی داره جزئی باره مثبت میشه، برایند بیشتر اینوری میره، پس برایند نمودار صفر نیستش. اما من Cl2 رو اینجا برات میکشم، جور هسته بهش میگن. این Cl2 فکر کن دو نفر میخوان تناب بکشن، زور دوتاشون یکیه، کدوم طرف میره تناب؟ هیچ کدوم طرف، اون وسط میمونه. پس دیگه داره جزئی باره مثبت داره جزئی باره منفی نمیشن، پس اینا نمودارشون این شکلی میشه. پس برایند نمودار صفره، پس ابر الکترونی یک نواخته، ابر الکترون، پس شکل شما متقارنه. اما این شکلی نیست، غیر یک نواخته، برایند نمودار صفر نمیشه، ابر الکترونی گفتم غیر یک نواخته و شکل شما هم نامتقارنه. گشتاور دو قطبی توی اینا صفره، گشتاور دو قطبی توی اینا یعنی مولکولای قطبی صفر نیست، بزرگتر از صفره، هر چقدر بیشتر باشه قطبی تره. خب اما یه سوال دیگه، در میدان الکتریکی جهتگیری میکند یا نمیکند؟ کدوم جهتگیری میکند؟ میدان الکتریکی
وقتی میدان الکتریکی اینجا تولید بکنی، مثلا اینجا قطب مثبت و منفی بذاری، کلور چون داره جزئی بار منفی میره به سمت مثبت، پس قطبی ها در میدان الکتریکی جهتگیری میکنند، اما ناقطبی ها مثبت منفی براش نداره، در میدان الکتریکی جهتگیری نمیکند. مولکولای با اتم های متفاوت متصل به اتم مرکزی مثل کربن سولفید تو کتابت خیلی مهمه. CH3 میبینی اتم مرکزیش اینجا کربنه، هیدروژن وصله بهش و سه تا کلور. اتم مرکزی گوگرده، کربن وصله و اکسیژن. مولکولای با جفت الکترون ناپیوندی مثل NH3 رو اتم مرکزیش. NH3 نگاه کن شکلشو. اتم مرکزی جفت الکترون ناپیوندی داره، پس قطبیه. مولکولای ناقطبی چیه؟ گشتاور دو قطبیشون برابر صفر، برآیند نمودارم صفر میشه، توضیح دادم بالا. مولکولهای دو اتمی جور هسته، هیدروکربن ها فقط هاشو کربن. هر چقدر که کربن بیشتر باشه در هیدروکربن ها، هی ناقطبی تر میشه. مولکولهای با اتم های یکسان پیرامون اتم مرکزی یکسان باشه، مثل CO2 و فاقد جفت الکترون ناپیوندی مثل CCl4 AlCl3 بررسی کنیم. اینو مثلا بررسی کنیم، با من باش خواب نباش. های سین اتم مرکزی کیه؟ کربن. چند تا بازو داره؟ 4 تا بازو داره، 4 تا الکترون دورشه. یه دونهشو که میده به هیدروژن، 3 تاش نیتروژن. بیا اتم مرکزی شما کربنه، متصل بهش هیدروژنه، متصل بهش نیتروژنه، دوتایی که بهش وصله چیه؟ نشنیدم. آفرین، غیر یک نواخته. پس چیه؟ پس قطبیه. SO2 اتم مرکزی S، چند تا الکترون دورش داره؟ 6 تا الکترون، چون گروه 16 به اندازه یکان گروهش الکترون داره. با اکسیژن هم که گروه 16، این مال اکسیژن. اینجا رو نگاه کن، این اکسیژنه، این اتم هایی که الکترون هایی که اطرافشن، این الکترونه میگه آقا من اگر بیام اینجا پیش تو جفت بشم، اینجا به عبارتی اوربیتال خالی میذارم، این جفتا میرن توی این که داتیو بهش میگن. اتم مرکزی جفت الکترون ناپیوندی داره، پس اینم قطبیه. CS2 اتم مرکزی کربنه به این صورت. بذار پاک کنم که متوجه بشی اینا الکترونه ها. نگاه کن، اتم مرکزی به اتم های اطراف خودش که یک نواختن وصل شده، اتم مرکزی داره، جفت الکترون ناپیوندی هم نیست، پس این ناقطبیه. در میدان الکتریکی جهتگیری نمی کند، گشتاور دو قطبی صفره، برآیند نمودارش صفره. SO3 هم شکلش به این صورته، یه دوگانه داره اینجا و اینجا با اکسیژن دوتا داتیو میده. اتم مرکزی جفت الکترون ناپیوندی ندارد، اتم مرکزی ستایی که بهش وصله یکسانن و این ناقطبی میشه. خب، دمای جوش یا دمای ذوب، جامد کووالانسی خیلی از جامدهای مولکولی بیشتره. ما اینجا حالا دوتاش نوشته جامد کووالانسی از جامدهای مولکولی خیلی خیلی نقطه ذوب بیشتری داره، مثل کربن، گرافیت، الماس و غیره. خب، مثال 8 شما حل کنید لطفاً، 10 ثانیه، دو سه تاشو چک کنم. خب،
اولی گفته جامدهای مولکولی همگی برخلاف جامدهای کوولانسی نرم و شکننده هستن. نه خیر، شما یخ رو میتونی مثال بزنی، گرافیت هم میتونی مثال بزنی، یخ سفته، سخته، بس این نقص. آرایش سه‌بعدی مولکولهای آشتو در ساختار یخ همانند گرافن به شکل ششگوشه هستند. بله، برای موادی مانند SiO2 و H2O به دلیل داشتن ساختار بلورین میتوان از واژه فرمول مولکولی خیر، برای H2O میشه، برای SiO2 نمیشه. بچه های عزیز، به یه نکته که دارم میگم خوب گوش بدید. هر چقدر قطبی تر مولکولا محکمتر کنار همن، نقطه ذوب و جوش هم بالاتر میره. حله. خب مثلا 5 رو بخونم. 5 گفته مولکولای دو اتمی جور هسته همگی به دلیل ناقطبی بودن از واکنش پذیری کمه. واکنش پذیری چه ربطی داره به این که دو اتمی جور هستن؟ اصلا ربطی واکنش پذیری ربطی به این داستان نداره که. خب این مثال رو من به شدت دوست دارم، به شدت مثال رو دوست دارم. مثال 9 رو گوش بدید بچه ها. مثال 9 خیلی 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 قشنگه و اینجا همین الان یادش بگیر، تو همه ی تستات برو امتحانش کن ببین میتونی درست حل کنی یا خیر. گفته اگر در ساختار لوئیس رسم شده همه ی اتم ها از آرایش گاز نجیب پیروی کنند، کیو کدام است؟ بچه ها من شکل اینو درست در میام پایین میکشم که شما ببینید کامل. اکسیژن سگانه به کربن، یگانه به نیتروژن، به نیتروژن، دوباره کربن و سگانه به اکسیژن وصله. من یه اینم کیو، 10 ثانیه وقت میدم شما فقط یه فکری بکنید راجبش. بودو لطفاً سری باش. خب اینو چند بار شاید فیلمو بزنی قبل هی ببینی، ارزش داره واقعا. اول از همه میبینم که این خود این اتم هایی که اینجا هستن الکترون ظرفیت هاشون چقدره، خودی خودشون به غیر از پیوندشون. اکسیژن گروه چنده؟ گروه 16. پس 6 تا یکان شماره گروهش. کربن گروه چنده؟ 14. پس 4 تا به علاوه. نیتروژن گروه 15. پس 5 تا نیتروژن گروه 15. پس 5 تا اینا مال خودشه، اصلا تو این ترکیب رو نگفتم، مال خودشه، حقشه. کربن گروه 14. 4 تا اکسیژن گروه 16. 6 تا ببینیم چند تا شد. 6 و 4 10 10 20 تا با 10 تا 30 تا خودی خودش، الکترون های ظرفیتش. اما اگر قرار باشه آرایش الکترونی گاز نجیب پیروی بکنه چند تا الکترون میتونه دور اطراف خودش داشته باشه؟ باید اوکتت بشه یا هشتایی بشه. اکسیژن اینجا 2 4 6 داره اما هشتایی باید اینجا هم داشته باشه، دو تا. کربن 2 4 6 8 داره، اوکی لازم نداره دیگه الکترون براش بذارم. نیتروژن 2 4 6 8 لازم داشت یه جفت بذارم. نیتروژن 2 4 6 8 چون قراره که گاز نجیب پیروی بکنه همه اتم ها. کربن 2 4 6 8 حل. اکسیژن 2 4 6 8 این شکلی حله. حالا الان با استفاده از این که ما اومدم الکترون هاشم گذاشتم، اومدم به گاز نجیب رسوندمش، حالا الکترون هاشو بشمار. چند تا میشه؟ 2 هایلایت میکنم. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 به به 28 تا الکترون داره در حالتی که من اوکتدش کردم. اونی که حق خودش بود
منهای اینی که الان داره الکترون میشه منفی دو، گزینه چهار. چه تعداد از ترکیبای زیر در میدان الکتریکی جهتگیری می کنند؟ جهتگیری می کنند یعنی قطبی هستند. NaCl که یونیه براش هیچی، کاری ندارم. HF بله چیه؟ قطبیه. SiO2 که مولکوله براش صحبتی نمی کنم. بنزن که هیدروکربن C6H6 ناقطبیه. C3H6 که ناقطبیه هیدروکربنه. H2O بله قطبیه. استون بله قطبیه. پس برای این ستا میتونیم استفاده کنیم از این که بگیم جهتگیری میکند. بله ستا مورد. استون هم که شکلش این شکلیه. کربن که دوگانه این شکلی C3H6 C3H6 میشه فرمولش C3H6O. کتون داره. خب قطبی ناقطبی بودن رو بلد باش، لطفا اینا رو کار کن، ازت خواهش میکنم. گفته چند تا قطبی فاقد جفت الکترون روی اتم مرکزیشه، کامل کامل نگاه کن. این مثلا قطبی هست، الکترون ناپیوندی هم روی اتم مرکزیش نداره، روی کربن نداره. دونه دونه اینا رو باید چک بکنید. سوال خوبیه. خب اینا مال شما. حالا راجع به جامعت های یونی صحبت کنیم. جامعت های یونی هر ترکیب یونی دوتایی از داد و ستد الکترون میان یک عنصر فلزی که کاتیون بهش میگیم و یک عنصر نافلزی که آنیون بهش میگیم برقرار میشود. شبکه بلوری آنها از یون تشکیل شده. غالبا سخت هستن اما شکنندن، چکشخار نیستن. به هر یون در تمام جهات، لطفا اینا رو یادداشت برداری کن، در هر یون در تمام جهات نیروی جاذبه وارد میشه و دافع هم اثر میکنه، اما در کل نیروی جاذبه برای اینکه بتونه کنار همدیگه قرار بده از نیروی دافع چیه؟ قوی تره. دمای ذوب و جوشش خیلی بالاست، گستره دمایش زیاده. یعنی اگر اینجا دمای مثلا جوشه، اینجا دمای ذوبشه. اینجا رو بهش میگن گستره دمایی مایع. خیلی زیاده توی نمک ها به این صورته. عدد کوردیناسیون برای NaCl یعنی Na مثبت و Cl منفی در NaCl 6. گستره دمای NaCl مذاب در فرآوری تولید انرژی که توی شکلش توی کتابتون هست در حدود منفی 1350 تا منفی تا 850 درجه است. حواستون باشه. آنتالپی فروپاشی شبکه چیه؟ خوب اینجا رو حواستو جمع کن. نکته قشنگی اینجا میتونم به جرئت بگم که نکته مهم این فصل همین یه تیک است و بقیهش همه مفهومیه. متن کتاب خوب بخونی، شکلا رو بلد باشی و تمام. آنتالپی فروپاشی یعنی گرمایی که به یک مول جامد یونی میدیم تا تبدیل بشه به یونهای گازی شکل سازندش. کیویی که به یه جامد میبینی یونی میدی تبدیل بشه به یونهای گازی شکل سازندش. آنتالپی فروپاشی تابع چگالی بار یونهای سازنده است. کیو رو داره میگه. چگالی بار یون میشه بار نسبت بار به روی حجم. چون حجم برای حجم کره است، پس با شعاع هم میتونه رابطه ای داشته باشه. حواست جمع باشه. این پایین برای شما آوردم نکته، گفتم چگالی بار یون از اونجایی که میشه نسبت بار به روی حجم، که حواسم جمع باشه بار یون اولویت اصلی منه، بار یون بیشتر، چگالی بار یون بیشتر، شعاع کمتر یعنی مخرج کوچیکتر، چگالی بیشتر. شعاع بیشتر، مخرج بزرگتر، چگالی کمتر. تشخیص جامدهای یونی. بچه‌ها همه ترکیبات گروه یک، همه ترکیباتشون
یعنی ترکیبات فلزشون، فلز دارم میگم، هیدروژن نمیگم، که همشون جامعه های یونی هستن، همه ترکیبات فلز گروه دوم به غیر از بریلیوم همگی جامعه یونی هستن. همه ترکیباتی که آمونیومی هستن، یعنی انهاشار یه بار مثبت دارن، ترکیبات فلز واسطه، حالا به جز هم داره که ما تو کتاب درسی بررسیش نمی کنیم، آلومینیوم با فلور اکسیژن و آنیون های اکسیژن دار، یونی SN و PB با ظرفیت اینجا 3 نوشته، با ظرفیت 2 با ظرفیت 2. خب نکته ترکیبات یونی مذاب و اونایی که الکترون آزاد دارن رسانا هستن، یعنی اگر شما در نظر بگیری یک یون به صورت جامد رسانایی الکتریکی ندارد، یک یون در حالت محلول یا مذاب رسانایی داره. خب درستی نادرستی عبارت ها رو برمی که چک کنیم. اولی چی گفته؟ گفته تبدیل انرژی پرتوهای خورشیدی به انرژی الکتریکی تنها به کمک شاره های یونی و مولکولیه، اون قسمت آبش مولکولیه، فقط یونی نیست، NaCl‌ش یونی، H2O‌ش مولکولیه. هرچه تفاوت نقطه ذوب و جوش یک ماده خالص بیشتر باشه، گستره دمایش بیشتره، به حالت بله کاملا قشنگ، کاملا درست. گفته واکنش تشکیل سدیم کلرید از عنصرهای سازندش به شدت گرماده است. ببینیم یعنی چی؟ یعنی Na مثبت به علاوه Cl منفی که میده NaCl. اگر یادتون باشه NaCl رو که من اینور می نوشتم که میداد Na یه بار مثبت به علاوه Cl منفی که حالا گازی شکل بودن، اینجا کیو رو میذاشتم، پس کیو اون بره. گفته به شدت گرماده است. بله گرماده است، بسیار بسیار عالی. خب بریم سراغ مثال 13. قبل از اینکه مثال 13 رو من حل کنم یه نکته بهت بگم، لطفا یادداشت کن. شاه یونی چی میشه؟ کم میشه؟ زیاد میشه؟ یون مثبت تر کوچیکتر، یون منفی تر بزرگتر، کدوم آقا چیه؟ فکر کن من و شماها همگی نقش الکترون داریم، قرارمون اینه که دور یک میز بشینیم، هممون الکترونیم. قانون این نشستن اینه که هممون نزدیک به نزدیک هم شونه به شونه بشینیم. دو نفر از ما میرن، دو نفر رفتن، من مجبورم به خاطر اینکه نزدیکتر بشینیم تنگتر بشه. پس وقتی الکترون از دست میره، یعنی وقتی یون شما مثبت تر میشه، شعاع کوچیکتر میشه، سه نفر اضافه میشن. برای اینکه اضافه بتونن بشن، این شعاع چی میشه؟ بزرگتر میشه. حل. پس هر چقدر که منفی تر میشه، شعاع شما بزرگتر میشه، مثبت تر میشه، کوچیکتر میشه. گفته از میان گونه‌های داده شده کدام یکی از شعاع بزرگتری برخوردار است؟ مثبت‌تر رو ترجیحاً، چون اینا در یک دوره هستن، خط میزنیم. بین فلور و کلور کدوم شعاع بزرگتره؟ کلور. پس یون منفیشم بزرگتره. کدام ترکیب داره بیشترین انرژی شبکه است؟ حواست باشه که داری بین یونی ها صحبت میکنی. با این کاری ندارم، با این کاری ندارم. بین NaCl و MgCl2، Mg دو بار مثبته، Cl یه بار منفیه، Na یه بار مثبته، Cl یه بار منفیه. بار این از بار این بیشتره، چگال یه بارش هم بیشتره، انرژی شبکش هم بیشتره. گزینه 4. چه تعداد از مقایسه زیر درست است؟ نسبت بار به شعاع در S دوباره منفی بزرگتر از Na. S دوباره منفی، بله نسبت بارش بزرگتره. شعاع یونی Li، نه خیر، Li کوچیکتره اتفاقا، چون مثبت، یون مثبت، دو دقیقه پیش گفتم این غلطه. آنتالپی فروپاشی MgF2، Mg دوباره مثبت، F یه بار منفی، Na یه بار مثبت، O دوباره منفی. حالا حواست به این جمع باشه که الان اینا بارهاشون با هم دیگه یکیه، قدر مطلقش رو دارم میگم. حالا بین Na و منیزیم، بین Na
و منیزیوم. شعاع کدوم کوچیکتره؟ آفرین، منیزیوم کوچیکتره. پس شعاع کوچیکتر، شعاع Mg کوچیکتر از Na، پس یعنی چگالیش بزرگتره؟ پس این عکسشه. تعداد عناصر سازنده آمونیوم نیترات و پتاسیم سولفات. پتاسیم سولفات یعنی K2SO4، آمونیوم نیترات یعنی NH4NO3. چند تا عنصر داره؟ عنصر 1 2 3، یعنی 3 بزرگتر از این. چند تا عنصر داره؟ 1 2 3، 3 بزرگتر از 3. غلط. خب مثلا تجربی داخل اینجا گفته چی؟ گفته که کدام مطلب نادرست است. جامدهای یونی به نسبت سخت و شکنندن. به نسبت سختن، شکننده هم هستن. بله درسته. نقطه ذوب و جوش بیشتر جامدهای یونی بالاست. خب چون رو بیشترش یه ذره میتونم استوب کنم، بقیه گزینه‌ها رو چک میکنم. جامدهای یونی برخلاف انواع دیگر جامدها رسانه جریان برقند و ضمن عبور دادن جریان برق از خود تجزیه میشوند. برخلاف انواع دیگر جامدها، توی یک جامدهای دیگه هم داشتیم، جامدهای کووالانسی، کربن میتونست چی؟ رسانه‌ای داشته باشه. این نقضه. خب پس این نادرسته. انرژی فروپاشی شبکه برور جامدهای یونی برابر انرژی لازم برای تبدیل یک مول جامد یونی به یونهای گازی سازندشه. اینم کاملا درسته. پس گزینه 3 نقض داشت، کربن بود. خب گفته انرژی آزاد شده در کدام واکنش برابر با قرینه انرژی فروپاشی شبکه بلوری منیزیوم کلورید؟ خود منیزیوم کلورید اینجوری، یعنی MgCl2 جامد میشد Mg دوباره مثبت گازی شکل به علاوه 2 تا Cl منفی گازی شکل، که Q رو اینجا میذاشتیم. میگه برابر با قرینه، یعنی باید Mg دوباره مثبت بدهد 2 تا Cl منفی گازی شکل. اولا که اینجا اگه دقت کرده باشی کدوم گزینه میتونه باشه؟ کدوم گزینه؟ اولا که منیزیوم دوباره مثبت نباید جامد باشه. این خط منیزیوم چیه؟ یون سازنده. MgCl2 گازی شکل چیه؟ باید جامد باشه. نگاه کنین، و تنها گزینه که میمونه گزینه 4ه. راجب جامدهای فلزی هم بچه‌ها من توضیح بهتون بدم. ویژگی فیزیکی مشترکی دارن، مثل جلا، رسانه گرمایی، رسانه جریان برق، چکش‌خوار بودنشون. ویژگی شیمیشون تمایل به از دست دادن الکترون، تنوع عدد اکسیدشون. در فلزات هر چی شعاع بیشتر میشه، واکنش پذیری بیشتر میشه، شعاع بیشتر، لایه‌ها بیشتر، الکترون راحت‌تر از دست میره. در فلزات هرچی شعاع بیشتر میشه، چگالی بار کمتر میشه، چون نسبت بار به سطح بود، بار به کره بود، حجمش. دمای ذوبش هم میاد پایین، سختیش هم میاد پایین. شبکه بلوری فلز بر اساس مدل دریای الکترونی، این خیلی مهمه. ساختار فلزها، آرایش منظم، از کاتیونها در سه بعد است که در فضای میان آنها سست‌ترین الکترون‌های موجود در اتم یا الکترون‌های ظرفیت دریای ساختن و در آن آزادانه جابجا می‌شوند. این منظورش اینه، میگه یه تیکه از این فلز آهن، مثلا آلومینیوم سه بار مثبت، آلومینیوم سه بار مثبت، این دریای الکترونی هم اینجا وجود داره که خود آل رو ساخته برای شما. خب بسیار عالی، به همه جاش هم این الکترون وارد میشه. یه سری رنگ بازی بکنیم با هم دیگه و بعدش هم راجع به به قول معروف گفتنی تیتانیوم توضیح بدم و نیتینول. خب تیتانیوم 4 اکسید رنگش بچه‌ها سفیده، آهن 3 اکسید رنگش قرمز رنگ، دوده کم و کربن رنگش سیاهه. در مورد وانادیوم خب باید خیلی بلد باشیم، حواسمون جمع باشه که
اگر اینجا وانادیوم رو میبینی 5 بار مثبت که زرد رنگه، الکترون گرفته، اکسایش یافته، یا بگو ببینم این مال شماست. الان الکترون گرفته یا از دست داده؟ چی؟ آفرین، گرفته. پس کاهش پیدا کرده، پس اکسنده است. چه رنگی شده؟ شده 4 بار مثبت. حواسمون جمع باشه، زد ان دو بار مثبت ما بیرنگه، نه اینکه فکر کنی 4 بار مثبت ها، 4 بار مثبت آبی رنگه، این آبی رنگه که اینجا ما مشخص کردیم، 4 بار مثبت آبیه. دوباره اینجا با زد ان ترکیب میشه و وانادیوم 3 بار مثبت رو میده به رنگ سبز، به رنگ سبز. دوباره خودش سبز رنگه، وانادیوم 3 بار مثبت و رنگ بنفش رو تشکیل میده. وانادیوم 2 بار مثبت. نقش همش هم داری میبینی که اکسند است. کاهش پیدا میکنه، اکسند است. مثالای خوبی هم در موردش میتونیم بزنیم. نکاتی در مورد تیتانیوم، همانند آلومینیوم خورده نمیشه. بچه آلومینیوم چرا خورده نمیشه؟ چون خود اکسیدش روی اون یه سیستمی به عنوان چسبندگی قرار میگرفت، نمیذاشت دیگه اکسیژن واردش بشه، خود سطحش خودش محافظ خودش میشد. تیتانیوم هم همون شکلیه، نقطه ذوب بالایی داره، چگالیش کمه، مقاوم در برابر سایده شدن، در برابر خوردگی، واکنش پذیر نبودن با آب دریا. تو خیلی از موتور جت ها یا مثلا توی یک سری از کشتی ها میبینید که از تیتانیوم استفاده میکنن به خاطر اینکه با آب دریا واکنش پذیری ندارد. من اگر دارم تونتون صحبت میکنم چون میخوام نکات بیشتری رو بگم، شما میتونی بزنی عقبتر. نیتینول چیست؟ آلیاژی از نیکل و تیتانیومه. حواس جمع باشه، بهش میگن آلیاژ هوشمند. یه دمایی رو براش تعریف میکنم، فیلماش هست اگر برید تو اینترنت سرچ بکنید، خیلی هم باحاله. توی دما میگه این شکلی بمونه، دما رو عوض میکنه، این شکلش عوض میشه، دوباره برمیگرده به همون دماه، دوباره شکلش به همون صورت میشه. نیتینول. خب، قابلیت تغییر شکل زیاد، قابلیت خمش زیاد، در ساخت فراورده‌های صنعتی و پزشکی کاربرد زیادی هم دارد. امیدوارم که از فصل سوم نکاتی رو که گفتیم خوب نوشته باشی، خوب بررسی بکنی، با متن کتابت کاملا کنار هم بذاری و بری سراغ تست دادن. امیدوارم که نتیجه خوبی بگیری و این فصل هم توپ توپ باشی. مرسی.